بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض خسته نباشید دارم خدمت دانشجویان نهایت گرامی. امیدوارم در هر کجایی که هستین صحتمند و تندرست باشین. بازم در خدمت شما عزیزان هستم در یک دیگر از جلسات مضمون حقوق بشر. ششمین درس یا ششمین جلسه از مضمون حقوق بشر هست. دوستان عزیز، قبل از اینکه مباحث مربوط به این درس را آغاز بکنیم، ابتدا یک مرور کوتاهی میکنیم به موضوعاتی که ما در هفته گذشته بررسی کردیم. در هفته گذشته ابتدا ما یک بحث داشتیم به نام اینکه اسنادی که افغانستان در زمینه حقوق بشر به اونا ملحق شده بررسی کردیم، مهمترین اسنادی که در زمینه حقوق بشر تا کنون افغانستان به اونا پیوسته مطالعه کردیم. در ادامه از او در مورد حقوق اطفال موضوعی را آغاز کردیم. در قسمت تعریف طفل موضوعاتی گفتیم. دیگه اسناد بین المللی و ملی که در زمینه حقوق طفل وجود داشت تعریف کردیم. از جمله اسناد بین المللی ما کنوانسیون بین المللی حقوق طفل را مطالعه کردیم که چی موضوعات داره، شامل چی مباحث میشه. پروتکل های اختیاری که مربوط به کنوانسیون بود مطالعه کردیم و در ادامه ضمانت های حقوق طفل در قانون اساسی هست که امروز با شما عزیزان بحث میکنیم. درس امروز ما از بحث حقوق طفل، ادامه درس حقوق طفل آغاز میشه و اگر فرصتی بود در مورد حقوق اشخاص دارای معلولیت هم صحبت میکنیم. از جمله ضمانت های اساسی که برای حقوق طفل در قانون اساسی آمده، همه قسم که در جلسه گذشته هم گفتم، در قانون اساسی افغانستان فصل دوم، فصل حقوق اساسی اطباء، در اونجی یک سلسله حقوقی برای تمام اطباء افغانستان به رسمیت شناخته شده که از جمله به صورت نمونوار چند مورد از او در قسمت اطفال میاییم با هم بحث میکنیم. بحث حق تعلیم و تربیه یکی از حقوقی است که در قانون اساسی برای تمام اطباء افغانستان به رسمیت شناخته شده. دولت خود مکلف دانسته که تا درجه لیسانس زمینه تحصیل و آموزش رایگان برای افراد اطباء خود فراهم بسازه و همچنین بحث معارف متوازن را ذکر کرده، یعنی در تمام نقاط افغانستان دولت مکلفیت داره تا زمینه آموزش رایگان و برابر برای تمام اطباء افغانستان، اهم از دختر و پسر، چی کنه فراهم بسازه. تا سویه لسانس و هم به صورت چی؟ به صورت رایگان. دومین حقی که ما نمونتن در روی سلاید آوردیم از قانون اساسی حق صحت هست. اینا اگر در جلسه گذشته ما حقوقی که اطفال از او برخوردار بدن مطالعه کردیم، از نمونه ها یا مصداق های حقوق اطفال یکی حق تعلیم و تربیه بود، در سلاید های قبلی خوندیم یکی حق صحت بود. حق صحت یکی از حقوق اساسی اطفال هست. اطفال حق دارن که برای از اونا زمینه مساعد باشه تا اینکه اگر خدای نخواسته مریض باشن، زمینه تداوی از اونا و زمینه رسیدگی به خدمات صحی برای از اونا فراهم باشه. قانون اساسی افغانستان هم این حق برای تمام اطباء افغانستان به رسمیت شناخته و خود مکلف دانسته که زمینه تسهیلات صحی رایگان برای اطباء خود مطابق به قانون تامین بکنه. و همچنین در ادامه بحث تربیت بدنی و بحث ورزش های محلی و ملی ذکر شده که زمینه از اون دولت متعهد شده که زمینه ورزش صحی، ورزش های سالم و انکشاف ملی و محلی برای اطباء خود فراهم بسازد. در ماده 52 قانون اساسی، ماده 54 قانون اساسی هم همچنین دولت مکلفیت داره به ای که در حمایت از خانواده، طفل و مادر تدابیر بگیره تا ای که زمینه دسترسی از اونا به حفظ و مراقبت از اونا فراهم بسازه. اینا نمونه های از تضمین ها یا از ضمانت های حقوق اطفال در قانون اساسی بود.
دیگه حق حیات ماده 23 قانون اساسی افغانستان گفته شده که زندگی محبت الهی هست و حق طبیعی هر انسان هست و هیچ کس بدون مجوز قانونی شخص نمیتونه از این حق از او محروم بکنه، که این هم بازم از جمله مصادیق حقوق بشری است. حق حیات بارزترین مصداق حقوق بشر هست برای تمام اطفال، برای تمام افراد، برای تمام انسان ها، و اطفال هم از این حق مستفید هستند. اطفال هم به عنوان عضوی از جامعه بشری از حق حیات برخوردارن و این حق باید در قوانین تضمین بشه. همه قسم در قانون اساسی افغانستان این حق تضمین شده و گفته شده که هیچ شخص اجازه نداره بدون مجوز قانونی شخصی را از حق حیات از او محروم بکنه. در قسمت حق حیات برای اطفال بس مجوز قانونی و بدون مجوز قانونی، در بحث مجوز قانونی خب می فهمیم بعضا امکان داره بنابر حکم محکمه شخصی بنابر فعلی که مرتکب شده مجازات اعدام برای از او یا همو سلب حیات از او وضع بشه، که در قسمت اشخاص بزرگسال این صدق میکنه. یعنی مجوز قانونی میتونه دلیلی باشه که شخصی که فرض مثال مرتکب یکی از جنایات شده و جنایت از او در حدی بوده که مجازات از او سلب حیات از او یا همو اعدام بوده، خب برای از او درست است. اما در قسمت اطفال اصلا مجازات اعدام درست نیست، مجازات اعدام ممنوع است برای اطفال. از او خاطر حتی با مجوز قانونی هم نمیتونه کسی حق حیات یک طفل را از او بگیره. مسئله بعدی حق منع تبعیض است یا عدم تبعیض. در قانون اساسی افغانستان ماده 22 هست گفته شده هر نوع تبعیض به امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است و اتباع افغانستان هم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و امتیازات مساوی می باشند و این در زمینه اطفال هم صادق هست. یعنی که عدم تبعیض در زمینه اطفال هم میتونه، نباید هیچ نوع تبعیض و امتیازی برای اطفال وجود داشته باشه، چی در قسمت ارائه خدمات آموزشی و چی در قسمت مثلا ارائه کردن خدمات صحی و امثال از او. دولت نباید زمینه فراهم بسازه که اطفالی که در فرض مثال یک منطقه هستند بیشتر بتونن از حقوق خود مستفید بشن و اطفالی که در مناطق محروم نتونن، که البته مشکلاتی وجود داره. همه ما و شما میدانید که اطفال در مناطق دورافتاده با وضعیت بسیار وخیمی به سر می برن و حتی در داخل شهرها هم با مشکلات مواجه هن و ای از دیده هیچ کس پوشیده نیست. بس دیگه که ماده 15 کنوانسیون حقوق طفل آمده، اطفال حق دارند که با یکدیگر ملاقات کنند و اجتماعات تشکیل بدن و به اجتماعات بپیوندن، که حق مشارکت هستیم هم در همین بحث تضمین های حقوق اطفال آورده شده که حق مشارکت اطفال هست و اطفال هم این حق دارند که در گروه های همسن سال خود خوب بپیوندن و اجتماعات به خود تشکیل بدن. اینا نمونه های از حقوق تضمین های حقوق اطفال در قانون اساسی بود. دومین سندی که در قسمت حقوق اطفال وجود دارد عزیزان، قانون رسیدگی به تخلفات اطفال هست. قانون رسیدگی به تخلفات اطفال قسمی که در بحث چی گفتیم دومین سند هست در زمینه حقوق اطفال. البته بحث احکام جزایی قانون، خب زمانی که کد جزای افغانستان به تصویب رسید احکام جزایی از در کد جزای افغانستان جا داده شده و این قانون هم از جمله قوانین خاص در قسمت اطفال هست. ماده 5 این قانون میگه شخصی که سن 12 سالگی تکمیل نکرده باشه در صورت ارتکاب جرم مسئولیت جزایی به او راجع نمیشه. یعنی کسانی که هنوز سن 12 سالگی تکمیل نکردن
اگر ای که مرتکب کدام تخلف بشن، مرتکب کدام عمل بشن که مطابق به قانون او عمل جرم شناخته شده، نسبت به این افراد جرم گفته نمیشه. یعنی چون اینو مسئولیت جزایی، یعنی تا قبل از 12 سالگی هیچ طفل مسئولیت جزایی نداره. محکمه قضیه از او قابل پیگیری نیه که کسی مثلا ادعا بکنه بگه یک طفل 9 ساله زده مثلا حیوان مرا از بین برده یا مثلا شیشه خانه مرا شکسته و محکمه راجع کنه. همچون مسئولیت نداره از لحاظ قانونی و قابل پیگرد نیه، مثلا بگه سرقت کرده. همچون چیزی در قسمت اطفال پایین تر از 12 سال اصلا مسئولیت جزایی وجود نداره. و هرگاه طفل مرتکب جرم، طفلی که همون سن 12 سالگی تکمیل نکرده و اما عمل انجام داده و عمل از او ناشی از غفلت والدین از او بوده و همین عمل از این موجب ضرر به اشخاص دیگری شده، والدین از او مکلفن که همو ضرری که از ناحیه فعل طفل به دیگران رسیده ضرر را جبران بکنه. یعنی که مسئولیت در حسن به عهده والدین و سرپرست قانونی طفل است. کسی که سرپرستی طفل داره در صورتی که مراقبت لازم را از طفل انجام نمیده و سبب میشه طفل به دیگران ضرر برسانه، در صورت مسئولیت از او متوجه والدین هست و والدین باید پاسخ بگوشه. و در قسمت مجازاتی که برای طفل تعیین میشه همچنین آمده هست که مجازات طفلی که سن 12 سالگی تکمیل و 16 سالگی تکمیل نکرده باشه از 1/3 حد اکثر مجازاتی که برای عین جرم تعیین شده بیشتر بوده نمیتونه. بس مجازات که برای اطفال بین سن 12 تا 18 سال هست مشخص شده. البته قانون چی کد جزای افغانستان یک تدبیر سیاست جنایی آسان‌تر نسبت به اطفال آماده سنجیده و مقدار مجازات خیلی کمتر کرده نسبت به اطفال. گفته شده مجازات طفلی که بین سن 12 تا 16 هست 1/4 در قانون در کد جزا آمده و مجازات طفلی که در بین سن 16 تا 18 هست 1/3، در حالی که در قانون رسیدگی به تخلفات اطفال طفلی که سن از بین 12 تا 16 سال باشه 1/3 آمده و بین 16 تا 18 سال همون نصف، کمتر از نصف حد اکثر، یعنی نصف مجازات آمده. که سیاست جنایی که در کد جزا اتخاذ شده یک سیاست آسانگیرانه تر هست نسبت به اطفال و اطفال مجازات از اونا رو سبکتر وضع کرده و شاید هم دلیل از او نظر به مشکلاتی که در زمان فعلی اطفال در با او مواجه هستند و اطفال مجبور می سازه که دست به ارتکاب بعضی از تخلفات بزنن، این است که قانونگذار افغانستان یک سیاست آسانگیرانه تر یا آسانتر نسبت به اطفال در نظر گرفته که در کد جزای افغانستان هم در بحث مسئولیت طفل میشه که مراجعه کنیم، مواد مطالعه بکنیم، ببینیم که چرا قانونگذار افغانستان سیاست خود در قسمت اطفال تغییر داده. و اینم باید بدانیم که اطفال به حبس دوام و اعدام محکوم نمیشن، یعنی هرچقدرن که تخلف از اونا سنگین باشه باز هم به اعدام محکوم نمیشن و به حبس دوام. همچنین یک مسئله دیگه که در قسمت اطفال وجود داره بحث بدیل های حجز است. طفل، دوستان عزیز میفهمین که در محبس یا در زندان نگهداری نمیشه، در محلی که برای اطفال هست که به نام مرکز اصلاح و تربیت یاد میشه در مراکز اصلاح یاد میشه و امو مقداری که برای طفل در نظر گرفته میشه، همون مقدار حجزی که برای از او در نظر گرفته میشه، خب
به عوض از او ممکن است بعضی از فعالیت های دیگری وجود داشته باشه که طفل قبل از اینکه به مراکز اسلام معرفی بکنند این تدابیر قانونگذار سنجیده که کسی که حکم کننده هست یعنی قاضی قبل از اینکه طفل را محکوم میکنه که او به حجز بره یا به مرکز اسلام معرفی بشه یک سلسله بدیل های یا یک سلسله تدابیری هست که از اونها باید قانون چی قاضی استفاده بکنه، مثلا مکلف نمودن طفل به انجام خدمات اجتماعی، طفل مکلف به یک سلسله فعالیت های اجتماعی میکنن عوض از اینکه او به دارالتأدیب یا بالاخره اون مرکز اسلام معرفی کنن. ممکن هست اولین گزینه باشه فرستادن طفل به مؤسسات که خدمات اجتماعی اختصاصی خدمات اجتماعی مراکزی که مخصوص به ارائه خدمات اجتماعی آماده میشه اطفال به اون مؤسسات معرفی کنن. صدور اختاریه مثلا اختار بدم طفل که در صورتی که دوباره دست به همچون عمل بزنی شاید تو به مراکز اسلام معرفی کنیم. تعویق محاکمه مثلا محاکمه طفل به تعویق بندازنن که این سبب بشه که در صورت اصلاح شد خوب، اگر اصلاح نشد خوب باز طفل چی کنم دوباره همو عجز ازور برای ازو در نظر بگیرن. تعلیق مشروط مجازات یعنی مطابق به حکم محکمه ممکن هست شخص چی بشه مستحق مجازات باشه، اما مجازات از اون مشروط میکنن به ای که در صورتی که مثلا تو دوباره دست به ارتکاب چون عمل نزنی و رفتار شایسته ای از خود بروز بدی در اون صورت مجازات از اون معلق میمونه تا همون مدت زمانی که شخص همون مجازات واقعا اگر در حجز میبود سپری میکرد تا اون زمان. در صورتی که اصلاح شد و واقعا همون هدفی که مجازات داشت برآورده شد خب دیگه باز مجازات نمیشه و حکم از او هم خلاص میشه. حجز در منزل هست، یکی دیگه طفل در خانه از او تحت حجز قرار میدن، تحت نگهداری قرار میدن و تسلیم نمودن طفل به کس والدین یا کسی که حق سرپرستی از او داره. اینا هفت گزینه هست که قبل از این که شخص سر بر مراکز اسلام معرفی کنن قانونگذار اینا پیش بینی کرده، اینا راههایی است که قاضی میتونه قبل از این که طفلی که مرتکب تخلف شده او به مراکز اسلام معرفی کنه اول از این تدابیر استفاده بکنه. آخرین راه حل این است که طفل بچه بره طفل به مراکز اصلاح ازام بشه و همون مدت حجزی که برای از او قاضی در حکم خود درج کرده در حجز سپری بکنه. اما یک سلسله موانع قانونی هم وجود داره که ممکن است اطفال نتونن از این هفت گزینه‌ای که در قبل گفتم استفاده کنن. یکی اطفالی که به حکم محکمه نگهداری آنها و مراقبت و محافظت خاص نسبت به از اونها ایجاب بکنه و اطفال نمیتونن از این گزینه های بالا استفاده بکنن. اطفالی که مکررن مرتکب تخلف میشن اینا هم نمیتونن. اطفالی که قبلا اطفال متخلفی که قبلا از مراکز اصلاح و تربیت فرار کرده باشن. اطفالی هم چهارمین گزینه اطفالی که اولیا یا ممثل قانونی آنها ضمانت یا ایزاریه همه روزه از اونا ارائه نکنه، یعنی ضمانت نکنه که اونا همه روزه متوجه از اونا هست. اطفالی که مرتکب قتل، اختطاف یا قاچاق مواد مخدر بشن و سایر حالاتی که به پیشنهاد مسئولین مراکز اصلاح و تربیت یا سارنوال یا تجهیز محکمه چی شده باشه گفته شده باشه مطابق به قانون مراکز اصلاح و تربیت اطفال نمیتونن از همی بدیلهای حجز استفاده بکنن. یعنی بدیلهای حجز فقط برای اطفالی است که همین گزینه هایی که گفتم نداشته باشن و همین موانع نداشته باشن میتونن استفاده.
در قسمت اطفال آخرین بحثی که داریم تاکید اسلام بر حقوق طفل هست، چنانچه در قرآن شریف هم در قسمت اطفال گفته شده که المال و البنون زینت الحیات و حیات الدنیا، یعنی که مال و فرزندان شما زینت زندگی دنیای شما هستند. به این معنی که تأکیدی بر چی داره؟ تأکیدی به اهمیت اطفال در زندگی داره. اطفال را به زینت زندگی در قرآن شریف شی کرده، تشبیه کرده. همچنین حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم داریم که اونا توصیه میکنند که اطفال گلی از گلهای بهشت هستند، یعنی مثل گل باید با اونا رفتار بشه، با ملایمت و با نرمی. و یک چیز دیگه که در قسمت همی اعمال انسان ها میفهمین، اعمال انسان زمانی که شخصی فوت میکنه یا حیات از او خاتمه پیدا میکنه، اعمال از او هم با مرگ از او ختم میشه. اما یک سلسله از اعمالی که مطابق به حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و سلم آمده، گفته شده سه عمل انسان بعد از مرگ از او هم ادامه پیدا میکنه، که یکی علم نافع هست، یکی صدقه جاریه هست و همچنین اولاد صالح. که تاکید بر اولاد صالح، هدف ما هم اطفالی هست که اگر خانواده در تربیت از اونو چی کنه، یعنی تمام سعی و کوشش خود انجام بده، در وقت طفلی که به جامعه تقدیم میشه، از یک طرف میتونه یک طفل صالح باشه به موجب اصلاح یا موجب نیکبختی جامعه خود بشه، و از طرف دیگر به کسانی که والدین از او هستن و اونا حیات خود از دست دادن، میتونه منبعی باشه که همو بعد از وفات از اونا اعمال نیک از اونا همچنان چی بشه، قطع نشه و ثواب از او به اونا در آخرت برسه. درس ما چون بس حقوق اطفال طول کشید، در همه قسمت خاتمه پیدا میکنه. دوستان عزیز، اگر علاقه مندی برای مطالعه در قسمت حقوق طفل دارین، بیشتر مطالعه کنین، میتونین از چه استفاده کنین، از اینترنت سرچ بکنین، سایت کمیسیون گزارشات بسیار خوبی در قسمت حقوق اطفال داره، میتونین عزیزان مطالعه بکنین. درس امروز ما به همین جه ختم میشه. تا جلسه بعد، خدا حافظ و ناصر شما. موفق و مهیت باشید.